رسانه اینترنتی پی تی بی با افتخار تقدیم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سید المرسلین و على آله و صحبه المهتدین. اما بعد، قال الله في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. با اجازه جلادماب محترم دانشمند گرامی، معاونت محترم دوم ریاست جمهوری جناب استاد دانش، و با تشکر و سپاس از معاونت محترم سوادآموزی وزارت معارف برای حمایتی از برگزاری این محفل، و با قدردانی بی نهایت از مؤسسه محترم فناوران و میهندوستان برای راه انداختن کاروان سواد، تبریک میگیم آغاز فعالیت های کاروان سواد را که انشاءالله با عزم جزمشان ای موزل کلان ملی ما را که عبارت از بیسوادی است از بین خواهد برد و این مشکل اجتماعی را حل خواهد کرد. خب، البته بحث سواد و سواد آموزی، اهمیت و جایگاه آن در تاریخ بشری بر همگان مبرهن و روشن است. صحبت هایی را که جلال معاون صاحب داشتن، بخصوص پرداختن به سواد و سواد آموزی در تاریخ اسلام و توسط شخص پیامبر عالی قدر اسلام، جایگاه ویژه سواد آموزی را در فرهنگ ما و در دین ما و در ارزش هایی که ما به او باور داریم نشان می دهد. شعری هم که در رابطه با پیامبر عالی قدر اسلام هست که ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مثل آموز صد مدرس شد. خب، به هر ترتیب موضوع بسیار مهمی است. همون قسمی که جلال ما معاون صاحب اشاره کردن، دولت افغانستان در دوران حکومت وحدت ملی توجه خاص و ویژه به بحث ارتقای سواد در عرصه‌های مختلف داشته و هم در عرصه سواد آموزی. فکر میکنم از 3 سال قبل تر بود که اولین جلسات و نشست‌ها و پلان‌سازی در این رابطه آغاز شد توسط معین محترم سواد آموزی وزارت معارف جناب دکتر رحیمی، و واقعا پلان جامعی تهیه شد در رابطه با این موضوع و بر بنیاد او پلان تفاهم‌نامه های امضا شد با وزارت های مختلفی که و ادارات مختلفی که در عرصه سواد آموزی باید فعالیت و تلاش داشته باشند. اما یک نکته را من میخواهم اشاره بکنم، یک خلای بسیار عمده ای که در اینجا وجود داره، فکر میکنم تا کنون پر نشده، علارغم این که تفاهم نامه ها امضا شده، بودجه ای در این رابطه وجود نداره، در نظر گرفته نشده بودجه کافی که بتونه حرکت سواد آموزی را در نهادهای مختلف حمایت بکنه. یکی از ادارات امضا کننده تفاهم نامه ما هستیم
و تا کنون بودجه را در ارتباط با بخش فعالیت های سواد آموزی دریافت نکردیم و بارها در این مورد صحبت شد و میگن که هر اداره با اتکا به بودجه خودش باید کار بکنند. وقتی در بودجه خود وزارت ها هم که کدی برای سواد و سواد آموزی وجود نداشته باشه، پاسخ گفتن به خصوص برای وکلای ملت که نظارت میکنه و مراقبت میکنه از فعالیت های حکومت و نهادهای اجرایی بسیار مشکل است که کدی وجود نداشته باشه و پول مصرف شده باشه. ما در وزارت امور مهاجرین کلاس های سواد آموزی داریم، خب در تشکیل ما هم معلم وجود نداره، خب و بودجه در بودجه ما هم چیزی برای استخدام معلم حق و زحمه یا بالمقتب وجود نداره و هیچ راهی هم برای موضوع نیست. ما ناگزیر خوب حالا به هر صورت در این رابطه اقدام کردیم، بعضی معلم های را استخدام کردیم بحث معلم بالمقتب، ولی مرتب در برابر سوال های مواجه هستیم که شما چرا بالمقتب استخدام میکنید؟ یعنی خارج از تشکیل شما چرا افراد را استخدام میکنید؟ خوب وقتی ما ضرورت ها را توضیح میدیم و در قانون هم پیش بینی شده که موارد کاری بوده باشه ولی در تشکیل بستی وجود نداشته باشه میشه بالمقتب استخدام کرد، ما تا یک حدی بالاخره قانون میسازیم، مراجع نظارت کننده را که از ما پرسان میکنه، ولی او هم تا یک حد جای داره. من یکی از پیشنهادهای میست به معاونت محترم وزارت معارف و همچنین به جلال ناب محترم معاون دوم ریاست جمهوری که برای تطبیق او تفاهم نامه ها با ادارات مختلف مشکل بودجهی باید حل شود. اگر مشکل بودجهی حل نشود او تفاهم نامه همچنان بالاخره به عنوان یک سند معتبر مقدس محترم در آرشیف ادارات باقی میمونه و این یک نیاز اساسی است که من امیدوار هستم که در این عرصه توجه صورت بگیره. و بخش دیگری هم بالاخره خوب جلب حمایت مؤسسات بین المللی میتونه باشه در این عرصه. وزارت امور مهاجرین ارتباطاتی که با مؤسسات بین المللی داره این ظرفیت را داره که با یک تعداد نهادها و مؤسسات بین المللی برای جذب بودجه در این عرصه همکاری بکنه، منتها طبیعی است که باید ما ابتدا یک کانسپت نوت داشته باشیم، پروپوزل داشته باشیم و بعد این را شریک بسازیم با مؤسسات بین المللی که در این قسمت هم اگر معینت محترم سواد آموزی وزارت معارف خواسته باشند خود اینا هم ظرفیت هایی دارن، ما هم میتونیم همراهشان همکاری بکنیم. به خصوص همکاری ما در این عرصه با مؤسسات خصوصی میتونه مؤثرتر و عملی تر باشه و مؤسسات خصوصی که در اینجا حضور دارن به خصوص مؤسسه میهن دوستان که قدم بزرگ را برداشتن و کاروان سواد را انداختن میشه که ما در خدمتشان باشیم، پروپوزالشان را حمایت بکنیم، با مؤسسات حمایت کننده رای خدمات برای مهاجرین همکاری بکنیم. البته یه خاص در امو عرصه مهاجرت خواهد بود مؤسساتی که با ما همکاری میکنن و در این عرصه نیاز کاری بسیار زیاد است، بسیار فوق العاده است. خب حالا ما پیش از سال 2002 کار نداریم، فعلا به اون نمیپردازیم که در ابتدای پیروزی حکومت مجاهدین کسایی که به وطن عودت کردن، بعد از سال 2002 که نظام موجوده هست، در این مقطع تاریخی از 2002 تا ختم 2018 ما بیشتر از 9 میلیون چه که نزدیک 10 میلیون 9 میلیون 800 هزار نفر مهاجرین عودت کننده داریم و این را ما شما میدانیم که این مهاجرین معمولا فرصت‌های تحصیلی را اکثریتشون از دست دادن. وقتی که به کشور برمیگردن بی سواد هستند، در مناطق هم مستقر میشن، سنشان هم بالا هست و ضرورت آموزش سواد در یک عرصه کلانی که عودت کننده هاست بسیار مبرم است. یعنی ما بگوییم که صدها هزار یا میلیون ها
افراد را داریم که ضرورت به ای داره که تحت پوشش برنامه سواد آموزی قرار بگیره، ولی متاسفانه در این رابطه برنامه وجود نداره. یعنی وزارت معارف را ما دعوت میکنم که اینا در این عرصه بالاخره خوب برنامه داشته باشند، برنامه عملی داشته باشند. ما مطابق تفاهم‌نامه با اینا همکاری میکنیم، اما معلم نداریم، بودجه نداریم، بیکارار ما خود ما انجام داده نمیتونیم. وزارت معارف باید انجام بده و ما همراهشان همکاری میکنیم در شهرک‌های مهاجرین و در مناطق محل انبوه سکونت عودت کننده ها. این زمینه وجود داره که ما با وزارت محترم معارف همکار باشیم و بتونیم که انکشاف بدیم این موضوعات و در با مؤسسات محترم خصوصی که کار میکنه هم ما میتونیم که همکاری داشته باشیم. و هم ما اگر فقط زمان حکومت وحدت ملی را مد نظر قرار بدیم، از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی تا کنون بیشتر از 3,500,000 نفر به کشور عودت کردند. خوب در بین این کسانی که عودت کردند، همون قسمی که من پیشتر خدمتتون عرض کردم، رقم بلندی افرادی هست که اینا فرصت تعلیمی را از دست دادن، سواد ندارن و مشکلات خواندن و نوشتن را دارن و میشه که برای از اینا کار کنیم و برنامه‌ای داشته باشیم و به این مشکل و معضل اجتماعی را برای حلش تلاش بکنیم و سهم بگیریم. و در عین زمان، در زمان حکومت وحدت ملی، از آغاز تا کنون ما بیشتر از 3,500,000 نفر هم بی‌جای شده داریم. بی‌جای شده‌ای که در اثر ناامنی هست، بی‌جای شده‌ای که در اثر خوشسالی یا مثلا بعضی حوادث طبیعی دیگر بوده و اینا هم معمولا فرصت‌های تعلیمی را از دست دادن و زمینه بالاخره خوب کار کردن با اینا در عرصه سواد و سوادآموزی بسیار مبرم است و این زمینه وجود داره و این ضرورت وجود داره که در این قسمت هم ما باید بتونیم کار مشترک بکنیم با وزارت معارف و با مؤسسات محترم خصوصی که در عرصه تعلیمی کار میکنند. یعنی ما در این مدت حکومت وحدت ملی حدود 7,000,000 انسان در حال حرکت داشتیم که اینا یا بجای شده هستند یا عودت کننده هستند و ضرورت مبرمی به رسیدگی به وضعیت تعلیمی اینا وجود داره که متاسفانه در این رابطه کمتر رسیدگی شده. خب وزارت مهاجرین وقتی ما مطرح میکنیم با وزارت مالیه در بخش بودجه که ما بالاخره ضرورت داریم برای بودجه در این عرصه، میگه خود شما خود یک وزارت مثلا آموزشی نیستین، شما یک وزارت پالیسی ساز هستین، در این عرصه بالاخره خود وزارت مشخصی وجود داره و کار را باید اونا انجام بدن. و وزارت معارف ما بازم تشکر میکنم از توجهشان در عرصه سواد و سواد آموزی و از جناب دکتر صاحب رحیمی و از رئیس صاحب محترم عمومی سواد آموزی که ما گاهی از لازمو مشورتایشان استفاده کردیم در این عرصه مسائل سواد و سواد آموزی و اینا زحمت ها و تلاش های خودشان هم میکنن. ولی فکر میکنم جناب امامی صاحب محترم بدون توجه شما من حیث رئیس کمیته ملی سواد آموزی و من حیث معاون محترم ریاست جمهوری که از این پروسه حمایت بکنین و بودجه تامین شود، تفاهم‌نامه عملی شود، در توان وزارت معارف نخواهد بود. بخش‌های خصوصی در این قسمت میتونن خوب کار بکنن، تاجرای ملی میتونن خوب کار بکنن. من هم به سهم خودم تقدیر میکنم و تشکر میکنم جناب ذوالفقار صاحب مالک رستوران امید و قسمی که صحبت کردن که اینا زحمت کشیدن و 1,100 نفر اینا تمویل کردن. برای چی؟ و من یک محاسبه که در اینجا پیش خودم انجام دادم، تقریبا نزدیک 2,000,000 افغانی تا کنون اینا در این عرصه سرمایه گذاری کردن و اختصاص دادن. 1,799,600 افغانی محاسبه که ما کردیم تا کنون اینا در این عرصه مصرف کردن و سرمایه گذاری کردن که من ازشان تقدیر میکنم و تشکر میکنم و امیدوار هستم که بقیه خیرین و تاجرین ملی ما هم در این عرصه حضور پیدا بکنند، چون تنها با کار دولت نمیشه، تنها با کار
مساد نمیشه و ما باید یک حرکت ملی در رابطه با بحث سواد و سواد آموزی داشته باشیم. و یک بار دیگه من تشکر میکنم از مؤسسه محترم فناوران و میهن دوستان و از رئیس محترمشان جناب آقای میهن دوست و از بقیه همکارشان که همت کردند کاروان سواد برای انداختند. امیدوار هستیم که در این کاروان سواد ما هم در گرد قافله شریک باشیم و بتانیم که سهم بگیریم و همکاری بکنیم و در خدمت شما باشیم انشاءالله. از توجهتان سپاسگزار هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.